سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من عریضا هستم و توی ویدیو امروز رفتم سراغ جدیدترین محصول اپل یعنی اپل واچ سری 6 توی این ویدیو این رام آنباکس میکنیم و یه بررسی ازش خواهیم داشت پس با این ویدیو با من همراه باشید هفته گذشته سه شنبه 25 شهریور 1399 اپل یک مراسمی به صورت آنلاین برگزار کرد که خیلی انتظار داشتن آیفون ها معرفی بشه چون ماه سپتامبر و زمان معرفی آیفون های جدید ولی خب طبق خبرهای لو رفته ما نباید انتظار آیفون جدید رو میداشتیم و آیفون ها قرار یک ماه آینده تازه معرفی بشن و بعد از اون تازه به بازار بیان و توی مراسم هفته پیش اپل فقط از اپل واچ سری 6، اپل واچ اس آیپد نسل 8 و آیپد ایر نسل چهارم رو نمایه کرد. چند تا سرویس هم کنار این دستگاه ها معرفی شدن اما برای من مهمترین محصولی که معرفی شد تو این مراسم اپل واچ سری 6 بود. اگه بریم سراغ خود جعبه که آنباکسش کنیم، جعبه خیلی شبیه به جعبه های اپل واچ سری 4 و 5 فقط یه ذره باریک‌تر شده که دلیل این باریکی رو هم در ادامه بهتون میگم. روی جعبه خب لوگوی اپل واچ داریم سفید رنگه و وقتی این رو برگردونیم مشخصات مدلی که خریدیم رو میتونیم ببینیم یه تصویری هم از کنار مدلی که خریدیم دیده میشه اینجا سری 6 نوشته شده بدنه آلمینیومی آبی با بند سپورت آبی در سایز 44 میلیمتر پارت نامبر و مشخصات و سریال نامبر و محتویات جبه این پشت نوشته شده همینطور لازمه که بدونید این اپل واش با آیفون هایی که آیس 14 بعد رو اجرا میکنن پر میشه فقط مثل تمام محصولات جدید اپل یه تیکه کنار این پلاستیکش قرار داره که با کشیدن اون خیلی راحت میتونید پلاستیک روی جعبه رو باز کنید و وقتی که پلاستیک رو بردارید از دور جعبه میتونید وارد جعبه بشید و ببینیم که داخل جعبه چه خبره وقتی که دو بخش رو باز میکنیم و این کاغذ باز میشه اول با یه طرحی از چند تا مدل مختلف اپل واچ رو میشیم که در وسطشون دو جعبه قرار داره اول جعبه خود ساعت هست که روی اون رنگ و مدلی که خریدیمو در واقع نشون میده که اینجا آبیه و زیر اون هم جعبه بنده جعبه بند رو که بذاریم کنار اول میرسیم سراغ جعبه خود ساعت همونطور که میبینید خیلی باریکتر نسبت به جعبه های نسل قبلی و کنارش نوشته سری 6 و بدنه آلومینیومی آبی در سایز 44 میلی رو داریم و نکته خاص دیگه روی این جعبه که توی اینجا قرار داره نیست و با برداشتن بخش بالایی وارد جعبه میشیم. جعبه خیلی ساده است رو در سمت چپ خود اپل قرار داره و در سمت راست یه بخش واسه دفترچه های شوره سری قرار داره که نوشته دیزاین با اپل این کالیفرنیا مثل همیشه روش نوشته شده داخل این بخش سه دفترچه هست حالا به زبان مختلف و اطلاعاتی در مورد گارانتی محصول هست و چیز خاصی نکته خاصی نداره اون رو که بذارید کنار زیر اینجا دلیل باریکی جعبه رو میبینید دلیل باریکه جعبه اینه که اپل شارژر یو اس بی از جعبه اپل واچ سری 6 و اپل واچ اس ای که در کنار این اپل واچ معرفی شد حذف کرده و تنها چیزی که ما تو جعبه اپل واچ سری 6 میگیریم برای شارژ کردن تنها کابل یو اس ای به شارژر مگنتی خود اپل واچه و خب اپل اعتقاد داره که همه تو خونهشون یه شارژر یو اس دارن و از به این باعث میشه که به محیط زیست کمک بشه ولی خب با به این هیچ قیمتی از محصول کم نشده و وقتی هم که کابل رو برداریم چیز دیگه تو جعبه نیست و یه جعبه خالی داریم حالا جعبه ساعت رو که بذاریم کنار میرسیم به سراغ جعبه بند جعبه من فرقی نسبت به جعبه های بنده قبلی نداره روی اون طرح خود بند اسپورت رو میبینیم با رنگی که بندمون هست که اینجا آبیه و وقتی که برگردونیم صرفا این سری مشخصات هست و برای باز کردن جعبه هم اپل این بخش پلاستیکی که نوک سبز رنگ داره رو قرار داده که با کشیدن اون خیلی راحت پلم جعبه باز میشه و میتونیم وارد جعبه بشیم و وقتی هم که این مقوا رو باز میکنید بند اسپورت رو میبینید که مثل همیشه یه سایز اسمال مدیوم داره و یه سایز مدیوم لارج من سایز اسمال مدیوم اندازم میشه و اینو در میارم و اون بخشش هم در میارم زیر پینه بستنش هم یه تیکه کاغذ هست که اون رو هم جدا میکنیم و حالا میتونیم که بند رو به ساعتمون وصل کنیم قبل وصل کردن بند به ساعت یه نگاهی به دور ساعت بندازیم بالا و پایین شیارهای قرار گرفتن بند رو میبینیم که مثل نسلهای قبلیه و بندهای نسلهای قبلی با این نسل هم سازگاره در سمت چپ اسپیکر اپل واچ رو میبینید در سمت راست دیجیتال کراون رو میبینیم که تفاوتی نکرده وسط اون هم سنسور ایسی قرار داره یکم پایینتر میکروفون اپل واچ رو میبینیم و یکم پایینتر هم دکمه در واقع به اسم ساید باتن میشناسه اپل رو میبینیم که برای خاموش کردن و اپل پی و اینجور ویژگی استفاده میشه پشت اپل واچ سری 6 نسبت به نسل قبلی تغییر کرده و چند تا سنسور جدید داریم که باعث میشه اپل واچ سری 6 قادر باشه میزان اکسیژن خون شما رو هم اندازه گیری کنه و اپل برای اینکه اپل واچ سری 6 بتونه این کارو کنه این بخش رو کاملا بازطراحی کرده و نسبت به نسل قبلی قیافش تغییر کرده اما کردن بندا به ساعت خیلی راحته همونطوری کشویی میره داخل و قفل میشه سرجاشون یه نکته هم که من حس کردم یه ذره جنس بند اسپورت تغییر کرده من تو این چند سال چندین و چند بند اسپورت اپل رو امتحان کردم ولی این جنسش یه ذره فرق داره یه ذره نرمتره و یه ذره عجیب غریبه و برای من حس غریبی داره حالا که بند رو واس کردیم به ساعت میتونیم اون روشن کنیم با نگه داشتن دکمه کنار ساعت اپل واچ روشن میشه و ما منتظر میمونیم تا بالا بیاد و ستاپ اون رو انجام بدیم و همین هی میتونیم اون رو دور دستمون ببندیم و منتظر باشیم تا بالا بیاد حالا که روشن شده لازمه که آیفون خودمون رو بیاریم تا عملیات پر کردن اپل واچ با آیفون رو انجام بدیم برای این کار کافیه که اپ واچ رو روی آیفون خودتون که iOS 14 به بعد رو اجرا میکنه باز کنید دکمه start پرینگ رو بزنید و چون این قابلیت جدید فمیلی لینک به اپل واچ اضافه شده و اگه اپل واچ رو برای خودتون میخواید ستاپ کنید گزینه ستاپ فور مای سلف رو بزنید بعد به طور خودکار روی صفحه اپل واچ کدی نمایش داده میشه که کافیه با دوربین آیفونتون این کد رو اسکن کنید بعد از این عملیات پر انجام میشه و حالا تنظیمات اولیه رو باید انجام بدید اول از شما میپرسه که آیا میخواد اپل واچ رو به عنوان دستگاه جدید راه اندازی کنید یا از بکاپ های اپل واچ قبلیتون استفاده کنید تا بکاپ قبلیتون برگرده روی این مدل که من میخوام به عنوان اپل واچ جدید ستاپش کنم بعد یه سری تنظیمات از شما پرسیده میشه که میتونید سلیقه خودتون اونها رو انتخاب کنید و میرسید به این مرحله که از شما میپرسه آیا میخواید از سنسور اندازه گیری میزان اکسیژن خون استفاده کنید یا نه که وقتی من توی ایران گزینه اینه رو زدم به من گفتش که این قابلیت توی محیطی که شما داخلش هستید قابل استفاده نیست و این خبر بدیه ما قبل از این قابلیت ECG ای اپل باش رو نمیتونستیم توی ایران فعال کنیم و حالا این قابلیت بلاد اکسیژن هم کنار اون اضافه شده و نمیشه که داخل ایران رو فعال کرد و ازش استفاده کرد در صورت اگر داخل ایران هستید مجبوریم این مرحله رو سکیپ کنیم باز چند تا تنظیم دیگه مثل اپل پی و اینا رو از شما میپرسه که راه اندازیش رو انجام میدیم و بعد مرحله آخر که میرسیم اپل واچ شروع میکنه به سینک کردن اپلیکیشن ها با آیفونتون و یه چند دقیقه ای طول میکشه این عملیات راه اندازی اولیه که انجام بشه یه ویبرای کوچیکی ساعتتون انجام میده کافیه که اون رو بیارید بالا دیجیتال کراون رو یک بار فشار بدید و وارد واچ فیس خودتون بشید خب این بودش آنباکسینگ و راه اندازی اپل واچ سری 6 اما اولین نکته ای که توجهتون رو جلب میکنه وقتی که اپل واچ سری 6 رو به آیفونتون وصل کنید واچ های جدیدی که توی واچ هفت اضافه شده البته تمام این واچ فیس روی اپل واچ سری 4 به بعد هم قرار داره و میتونید روی اپل واچ قدیمی خودتون هم اگه سری 4 به بعد هست استفاده کنید اما اینجا شما واچ فیس های مریدین، تایپوگراف، میموجی، آرتیست، جی و استرایپس رو میبینید که جزء چند واچ فیس جدیدی هستند که توی واچ ه اضافه شدن و خیلی هم قشنگ روی این واچ اجرا میشن اما بریم سراغ بررسی کردن قابلیت جدیدی که توی سری 6 به اپل واچ اضافه شده. اولین چیزی که اپل و اون اشاره میکنه صفحه نمایش همیشه روشن اونه که 2.5 برابر روشنتر نسبت به سری 5. این به شما این امکان رو میده که اگه زیر آفتاب از اپل واچتون خواستید استفاده کنید و نوشتهایی روی اون رو بتونید بخونید، یه صفحه روشنتر داشته باشید و راحت‌تر بتونید متن رو بخونید. این اگه حین دوچرخه سواری هستید، حین دویدن هستید به شما کمک میکنه که راحت تر ببینید که چه اتفاقی داره روی صفحه اپل واچتون میفته توی تجربه منم همینطوری بود و صفحه نمایش یه ذره روشن‌تر نسبت به نسل قبلی و خب باعث میشه که متن‌ها خواناتر باشه زیر نور مستقیم آفتاب. یه تغییر دیگه ارتفاع سنج همیشه روشن این اپل واچه که خب اگه بخواید کوهنوردی کنید، اگه بخواید بدوید یا هر فعالیت ورزشی انجام بدید هر لحظه ارتفاع شما هم ذخیره میشه و میتونید هر لحظه هم که بخواید ارتفاع خودتون روی واچ قرار بدید و ببینید و مطلع باشید که در چه ارتفاعی قرار گرفتید این بیشتر به درد ورزشکارا میخوره و افرادی میخوره که همونطور که گفتم میرن کوهنوردی و میدون و از این دسته فعالیت های ورزشی انجام میدن اما مهمترین ویژگی که توی اپل واچ سری 6 اضافه شده سنسور اندازه‌گیری میزان اکسیژن خونه اپل میگه که این سنسور آنچنان دقتی نداره که بخواید به عنوان تصمیم پزشکی ازش استفاده کنید اما به طور منظم میزان اکسیژن توی خون شما رو اندازه‌گیری میکنه و براتون ذخیره و شما میتونید اونها رو مطالعه کنید هر موقع هم که بخواید میتونید اپش رو باز کنید و همون لحظه اندازه‌گیری رو انجام بدید اما همونطوری که دیدیم توی ایران این قابلیت فعال نمیشه و لازمه که توی کشور دیگه ای این فعالسازی انجام بشه پس اگه توی ایران هستید و صرفا برای این قابلیت سلامتی میخواید برید سراغ اپل واچ سری 6 مطلع باشید که این قابلیت فعلا توی ایران کار نمیکنه پس خریدش نسبت به سری 5 برای این قابلیت توجیهی نداره. تغییر دیگه که سری 6 نسبت به سری 5 داشته، پردازشگر جدید S6 که اپل توی سری 6 از اون استفاده کرده. اپل میگه که S6 بر پایه پردازشگر A13 بایونیک که پارسال توی آیفون 11 ازش استفاده کرده و قدرت دو برابر بیشتری نسبت به سری 5 رو بهتون میده که این کمک میکنه باز کردن اپ‌ها جا به جای بین اپ‌ها و در کل عملکرد اپل واچتون خیلی بهتر نسبت به سری 5 باشه پس اگه دنبال عملکرد بهتر هستید سری 6 گزینه خیلی خوبیه براتون اپل امسال چهار رنگ جدید هم به خانواده اپل واچ اضافه کرده در بدنه آلومینیومی رنگهای قرمز و آبی اضافه شدن که این اولین بار از این دو رنگ برای بدنه اپل واچ استفاده شده و در نسخه های استیل اون هم اپل رنگ سپیس بلک رو به رنگ گرافایت تغییر داده که یه ذره روشن‌تر نسبت به سپیس بلک قدیم و رنگ گلد رو هم یه ذره رنگ تون رنگیشو تغییر داد و یه ذره زردتر شده اگه نمیدونید که تفاوت مدل‌های مختلف اپل واچ چیه من این ویدیو دارم برای آشنایی با مدل‌های مختلف اپل واچ که میتونید برید اون رو ببینید و متوجه بشید که اپل واچ چند نسخه مختلف داره که با جنس‌های مختلفی بدنه های اونها ساخته میشه در کنار رنگ‌های جدید اپل دو بند جدید رو هم برای اپل واچ معرفی کرده با اسمای سولو و بریدد سولو که من ویدیو جدا در مورد اونها میسازم که یه نگاهی به اونها داشته باشیم این بند ها سگکی ندارن و صرفا به صورت کشی دور دست میفتن که حالا در ویدیوی بعدی من این رو بررسی خواهیم کرد اپل چیپ یووان خودش رو هم که برای استفاده از اولترا واید بند هست توی اپل واش 6 قرار داده فعلا استفاده ای نداره ولی ظاهرا اگه اپل اون ارتگ های خودش رو معرفی بکنه احتمالا اپل واچ سری 6 هم میتونه لوکیشن ارتک ها رو پیدا بکنه با استفاده از چیپ یوان ولی در حال حاضر فقط گفته که این چیپ داخل این سری از اپل واش قرار گرفته و کار خاصی انجام نمیده پس بعد منتظر باشیم و ببینیم در ادامه سال اپل چه قابلیتی رو معرفی میکنه که از این چیپ بهره ببرن مورد دیگه هم که گفتم حین آنباکس نبود شارژر توی جعبه است در نظر داشته باشید موقع خرید این اپل واچ که شارژر یو اس داخل این جعبه قرار نداره و شما فقط یه کاب برای شارژ کردن اپل واچتون میگیرید هرچند که توی هر خونه الان یه شارژر یو پیدا میشه ولی در صورت اگر ندارید باید توجه داشته باشید که موقع خرید اپل واچ این قیمت از هزینه اپل واچ کم نشده و شما اگه بخواید یه شارژر جدا هم تهیه کنید 20 دلار باید بیشتر هزینه کنید که معلومه اپل چرا این کارو کرده و داره به اسم کمک به محیط زیست به ما ارائه میده. بحث شارژ کردن و شارژر که شد اپل میگه که این نسل از اپل واچ سریعتر از نسل قبلی شارژ میشه و این به کمک کسای میاد که از قابلیت جدید اسلیپ ترکینگ توی واچ اس 7 استفاده میکنن واچ اس 7 قابلیت اسلیپ ترکینگ داره که خواب شما رو مانیتور میکنه و صبح که بیدار شید بهتون میگه که چطور خوابیدید و خب این نیاز داره که شما شب عین خواب اپل واچ دستتون باشه و اگه مثل من هر شب اپل واچتون رو میزنید به شارژ در واقع این فرصت شارژ کردن رو از دست میدید و حالا شارژ شدن سریعتر این نسل از اپل واچ به کمک این دسته از میاد که از این قابلیت استفاده میکنن و صبح که بیدار بشن میتون بزنن رو شارژر و سریعتر از نسل قبلی باتری این اپل پر میشه و میتونن در طول روز دوباره از اون استفاده بکنن اگه بخوام جمع بکنم اپل سری 6 رو آقا نخرید اگه اپل سری 4 و 5 دارید نرید سراغ این مدل چون تغییر خاصی رو متوجهش نخواهید شد ولی اگه اپل سری 3 به قبل دارید و یا اگه تا اپل واچ نداشتید دنبال خرید اپل واچ جدید هستید حتما این مدل رو بخرید و من بهتون توصیه میکنم چون تجربه بی‌نظیری خواهید داشت اگه از مدل‌های قبلی بیاید سرعت پردازش سریعتر دیزاین قشنگتر و کلی قابلیت جدید که روی سری سه قبل نبود رو شایدش خواهید بود و اصلا پشیمون نمیشید ولی بازم میگم اگه اپل واچ سری 4 و 5 دارید اپل واچی که توی یکی دو سال اخیر خریدید دارید خریدش هیچ توجیه براتون نداره و هیچ فرق آنچنانی رو شایدش نخواهید بود این بود آنباکس و بررسی من از اپل واچ سری 6 امیدوارم که سوالاتتون جواب داده شده باشه راجع به این اپل واچ اگه با سوالی دارید توی بخش کامنت ها برای من بذارید اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو حتما لایک کنید کانال من رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید لینک ویدیو رو برای دوستا که فکر میکنید دنبال این مسئول هستن بفرستید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید فعلا خدافز